اجرای مجازات ها امر اخلاقی است؟ آیا در تدوین قوانین باید به اخلاق توجه بشه؟ بازتاب انعکاس دهنده نظرات و دیدگاه های شما خواهد بود. با ما همراه باشید. امروز همراه با سرکار خانم فرزانه ثابتان و سرکار خانم لیلا میلانی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. مرسی. خانم میلانی، وقتی قوانین رو ما میخوایم وضع کنیم، اول به وضعش بریم. آیا اصولا ابعاد اخلاقی، اینکه چرا یک اعمالی انجام میشه، پایگاه‌های انجام این عمل چی بوده عموما، اینها مد نظر قرار میگیره و ارتباط اخلاق با قانون اصلا چیه؟ خب ببینید، تا اونجایی که من درک میکنم این موضوع رو، وقتی که دانشگاه حقوق اصلا درس میخونین، اولین درسی که به یه شاگرد میدن اینه که قوانین، وقتی یه جامعه قوانین رو میذاره واسه یک کشوری، واسه یک جامعه‌ای، یعنی از این حد کمتر از این نمیتونین برین توی جامعه، ولی میتونین قوانین رو یه جوری بذاریم که بهترم باشن، یعنی سطحش بالاترم باشه. این قدم اولیه، ولی خیلی وقتا اخلاقی اصلا نیستش، فقط یه قدمی برداشته میشه از توی جامعه که اقلا بتونیم با یه حد کوچیکی بتونیم شروع کنیم. ولی اخلاق not necessarily به قول آمریکایی ها توی این کار نمیاد. خانم ثابتان، اصولا اخلاق امور معطوف به کارهای خوب پسندیده هست یا نه حتما باید به مهربانی، عطوفت و اینها فقط راجع باشه؟ یعنی انجام عمل صحیح که میتونه مجازات هم باشه امر اخلاقی است یا نه فقط باید ناشی از رأفت و مهربانی باشه؟ ببینید، مسئله اخلاق رو ما دو تا تعریف میتونیم ازش بکنیم. یه تعریف مصطلحه، مثلا اگه کسی کار زشتی میکنه میگن کارت اخلاقی نیست، این کارت خوب نیست، یعنی مترادف خوب یا بد بودن میاد. ولی تعریف دیگه که در علم اخلاق اصلا ازش میشه اینی که اخلاق به معنی بایدها نبایدها، خوبی ها بدی ها، بکن ها نکن هاست. که این رو هر فردی برای خودش یک مجموعه اخلاقی داره، یک سیستم ارزشیابی اخلاقی تو ذهنش داره که وقتی میخواد تصمیم بگیره میگه این کار خوبه، این کار بده، و بر اساس استانداردها و ملاکایی که خودش داره اون وقت تعیین میکنه که چه کاری خوبه چه کاری بده. و عوامل متعددی در این مؤثره. خواهش میکنم. خیلی وقتا هم هستش که قانون شاید اجازه بده یه کاری رو بتونی انجام بدی، ولی کار اخلاقی نیستش اصلا. دقیقاً. یعنی قانون یه جنبه بیرونی داره. درست. یعنی هیچ فردی اخلاق نکنه. هر دو نه، ببینید هر دو بکن نکنن، هر دو جنبه‌های اجتماعی رو دارن، در روابط اجتماعی شکل می‌گیرن. منتها اخلاق یک نیروی درونی است که این بکن نکن‌ها رو میگه. قانون یه بیرونیه. یعنی قانون به من میگه که تو حق نداری دزدی بکنی، این مال تو نیست، اگر دست بزنی مجازاتش اینه، پس نباید. ببینید یه نبایدی است که قانون از جامعه، از بیرون از من برای من تعیین میشه. ولی همین نباید رو اگر مادر من به من یاد بده بگه نه نباید دست به مال کسی بزنی، این کار خوبی نیست، این به عنوان یک مسئله اخلاقی، به عنوان یک اصل اخلاقی، به عنوان یک ارزش اخلاقی در من نهادینه میشه و اونجاست که من میتونم چیکارش کنم، به کارش ببرم. هر دو به من بکن نکنها رو میگه، ولی یکی از بیرون میاد یکی از درون خب میاد. به امر واحد. یعنی ببینید شما برای اینکه یک کاری خوب انجام بشه از درونی اخلاق رو ضابط قرار میدید و از بیرون مقررات و قوانین رو ضابط قرار میدید. اینجوری تعبیر دقیقاً. دقیقاً. یعنی اینجوری نیستش که این امور لزوماً امر واحده. میخوام بهتون بگم یعنی در واقع ما یک امر رو اگر که افراد خودشون انتخاب بکنن میشه اخلاقی، اگر پشت چراغ قرمز وایسادن خودشون به میل خودشون بدون توجه به جرائمش امر اخلاقی انجام دادن، ولی اگه پلیس وایساده بود و ترس جریمه اونجا وایسادن قانونی است. اینطوری میتونیم تلقی بکنیم؟ بفرمایید. این موضوع من خیلی وقت استفاده میکنم، این مسئله تو در آمریکا و مسئله نژادی. ببینید یه موقعی بود که قانونایی که میذاشتن مثلا میگفتش که سفید و سیاه یه مدرسه نباید برن. خب
یا بعد اون قانون عوض شد برای اینکه مردم خوششون نمی اومد و تلاش کردن و این قانون رو عوض کردن، گفتن خب سفید و سیاه میتونن مدرسه برن. یعنی قانون گفتش که نه، باید یه معلم واسه هر دو تا نژاد مختلف داشته باشیم، درست نیستش که نداشته باشیم. اما آیا اونی که عوض کردن چه اثری گذاشت در جامعه؟ یعنی آیا مردم یهویی چون قانون عوض شد شدن آما بله شما سیاه این امی نداره بیاین خونه ما شام؟ میدونین گفتن نه، ما فقط مدرسه رو میریم ولی دست نزن به اون بچه که سیاسی، دست نزن به اون بچه که سفیده. یعنی اون قانون نتونست، توانایی نداشت که اخلاق جامعه رو عوض بکنه. اون چیزی که میتونه اخلاق جامعه رو عوض کنه از درونه، همونجوری که شما گفتین، و اون طول میکشه. البته یه قدم خوب اینه که اون قانونی که اجازه نمیداد بچه سیاه و سفید توی یه مدرسه باشن، چون که اون عوض شد و اجازه داد که بچه سفید و سیاه توی کلاس بشینن، دوستی میتونست برقرار بشه بین این دوتا. و انشالله، و اینم دیگه این اتفاق هم افتاده، برای که سالها گذشته از این موضوع که دوستی ها برقرار شد، جامعه خود ترسی که از همدیگه داشتن و گذاشتن کنار. ولی چون که اون اتفاق 24 ساعت طول، خیلی بیشتر از 24 ساعت طول کشید که عوض کنه مردمو، و اون چیز درونی بود که عوض بود. ببینید، من سوالم اینجاست، این امری که یک فرد سیاه پوست با یک فرد سفید پوست کنار همدیگه قرار بگیرند، این امر رو ما میتونیم امر اخلاقی تلقی بکنیم یا نه؟ دقیقا. ببینید، ما اگر من جواب سوال شما رو اینطور میتونم بدم که قانون و اخلاق یه وجوه اشتراکی دارن، یه وجوه افتراق دارن، در یه چیزی مثل همن، در یه چیزی با هم جدا هستن. قانون و اخلاق هر دو در بستر روابط اجتماعی شکل میگیرن. شما در خلاء نمیتونی بگی من قانون رعایت میکنم یا این ارزش اخلاقی رو مراعات میکنم. من باید در ارتباط با یکی قرار بگیرم، بگم حالا در ارتباط با این آدم این کار خوبه من انجام بدم یا بد انجام بدم، این کار قانونیه من انجام بدم یا قانونی نیست. پس این یکی از وجوه اشتراکشونه. دومین وجه اشتراکشون اینه که هر دو دارن راجع باید و نباید ها صحبت میکنن. یعنی قانون از یه جهاتی به یه شکلی میگه این کارو باید کرد، این کارو نباید کرد. اخلاق هم از یه جهتی میگه این کارو باید کرد، این کارو نباید کرد. درست؟ ولی مسئله فقط تفاوت اینها، هر دو حتی هر دو پیامدهای مثبت یا منفی دارن. یعنی من اگر یه کاری رو از نظر اخلاقا، به قول معروف وجدانن، درست انجام میدم، خودم احساس خوبی میکنم، اون میشه پاداشش، و اگر احساس بدی میکنم میشه تنبیهش. به همون نسبت اگر یه کاری رو از نظر قانونی، نباید قانونی رو انجام میدم، یه تنبیه پشتشه، و اگر یه باید قانونی رو انجام میدم یه پاداش پشتشه. هر دو کمک میکنه به انسجام و انتظام جامعه. یعنی اگر این دوتا رو شما از جامعه بگیرید، جامعه یه چیز